سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب و عالی و فوق‌العاده باشه. تو این قسمت از آموزش گیتلب سی آی سی دی میخوایم راجع به کش و آرتیفکت ها صحبت کنیم. این قسمت و دوتا قسمت بعدی ما پیاده سازی عملی نداریم، ولی در ادامهش دوباره داریم و دلیلش اینه که برای پیاده سازی این سناریوها باید یه سری موارد خیلی پیچیده ای آماده کنیم و به همین دلیل من اینا رو توضیح میدم براتون، هم این قسمت هم دوتا قسمت بعدی، که شما از اینا اطلاع داشته باشین و بدونین که میتونین چه کارهایی توی گیت رپسی های انجام بدین. ولی خب پیاده سازی عملی برای این ویدیو و دوتا ویدیو بعدی نداریم. حالا بحث کشینگ و آرتیفکت ها چی هن توی گیت لب؟ ببینید، یه نکته‌ای که مهمه اینه که ما اصلا بدونیم کش چیه، آرتیفکت چیه و با هم دیگه چه فرقی میکنه. معمولا وقتی ما پایپلاین داریم، یک سری از عملیات هایی هستن که ما از اینترنت یا حالا از یک سری پرایویت ریپوزیتوری ها یه سری پکیج ها، یه سری دیپندنسی ها رو دانلود میکنیم و زمانی که مثلا ما یه اپلیکیشن پایتون داریم، از ریپوزیتوری پایپای یه سری پکیج میگیریم، یا مثلا اپلیکیشن جاوا اسکریپت داریم و از npm یک سری پکیج دریافت میکنیم. به اینا برای اینکه بتونیم یه جوری ریپروسسش کنیم و نیاز نباشه که هر دفعه اینو دانلود کنیم، یه جایی داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم، میگیم کش. که در واقع کش حالا تو بحث مهندسی کامپیوتر به یه حافظه موقت گفته میشه. ما یه جایی موقتا دم دست میذاریم که هر دفعه که میخوایم پایپلاین اجرا کنیم لازم نباشه اینا رو از اول دانلود کنیم. اما آرتیفکت ها چیه؟ حالا یه نکته هم که راجع به کش هست اینه که اگه شما بخواید دیستریبیوتد کش داشته باشین، میتونین مثلا از استری آمازون استفاده کنین برای بحث دیستریبیوتد کش. حالا مثلا آرتیفکت چیه؟ آرتیفکت در واقع یک سری خروجی هایی هست که ما تو جاب هامون داریم و میتونیم اینا رو در واقع توی گیت لب ذخیره کنیم. مثلا چه چیزی؟ مثلا من یه فایل PDF میسازم توی یه پایپلاین، یا مثلا میام یک سری فایل های مدیا میسازم، یا مثلا فایل عکس میسازم، فایل ویدیو میسازم، یه سری چیزا میسازم و اینا رو توی گیت لب قرار میدم و بعدش توی حالا پایپلاین های بعدی میتونم ازش استفاده کنم. مثلا فرض کنید من توی یه پایپلاین یه PDF میسازم، بعدش توی مثلا جاب های انتهایی میرم این PDF رو توی وب سرور انجینیکس مثلا میذارم که کاربر بتونه اینو توی وبسایت ببینه. اینا مثلا مثالایی از آرتیفکته، یه سری خروجی هایی که ما توی گیت لب ذخیره میکنیم. حالا یه مقدار اگه دقیق‌تر بخوایم بگیم بحث کش و آرتیفکتو، این هست که کش به ازای هر جاب ساخته میشه و با کلید کش مشخص میشه. حالا مثالاش رو در انتهای این ویدیو میبینیم و پایپلاین هایی که متعاقبا اجرا میشن، بعدا اجرا میشن، میتونن از کش استفاده کنن. مثلا من پکیج های پایتون رو یه بار دانلود میکنم، کشش میکنم، پایپلاین هایی که بعدش اجرا میشن میتونن از اون کش استفاده کنن. و همچنین جاب هایی که توی یک پایپلاین هستن، توی همون پایپلاین هستن، میتونن از کش استفاده کنن. و در نهایت هم کش بین پروژه ها به اشتراک گذاشته نمیشه و به صورت پیشفرض توی برنچ های پروتکتد و نان پروتکتد، برنچ ها با همدیگه کش رو شیر نمی کنن و هر برنچی کش خودشو داره. اگر بخواین این رفتار رو تغییر بدین، میتونین اینجا کلیک کنین، یه راهنمایی براتون میاد که مثلا باید برین توی سیتینگ سی آی سی دی تو جنرال پایپلاینز و اون یه چک باکسی هست که use separate cache for protected branches، اینو مثلا باید تیکشو برداریم که این رفتار تغییر پیدا کنه. و برای آرتیفکت ها، ما آرتیفکت رو به ازای هر جاب تعریف میکنیم و جاب هایی که متعاقبا یا بعدا توی همون استیج هستن میتونن از توی همون استیج همون پایپلاین هستن میتونن از اون آرتیفکت ها استفاده کنن و همچنین پروژه مختلف نمیتونن آرتیفکت هاشون رو به اشتراک بذارن. و مورد بعدی هم اینه که آرتیفکت ها بعد از 30 روز منقضی میشن، که اگه بخواید مثلا یه کاستوم تایم داشته باشین، میتونین اینجا کلیک کنین و تایمش رو تغییر بدین. و همچنین آرتیفکت های لیتست، یعنی آخرین آرتیفکت ها، اکسپایر نمیشن. اگر این دکمه کیپ لیتست آرتیفکت اینیبل شده باشه، که اینا اگه روش کلیک کنیم میگه تو CI/CD آرتیفکت
یه همچین چک باکسی هست که شما با این میتونین این پالیسی رو تغییر بدین که اکسپایر بشه یا نشه. و در نهایت هم میگه از دیپندنسیز، از کلمه کلیدی دیپندنسیز میتونین استفاده کنین برای اینکه مشخص بشه آرتیفکت ها چطوری باید جابجا بشن. مثلا اینجا دقت کنیم، مثلا بیلد OS6 داره برای مک و بیلد لینوکس و بعدش با دیپندنسیز گفته که مثلا تست مک‌OS باید از در واقع بیلد OS6 استفاده کنه، تست OS6 باید از بیلد OS6 استفاده کنه، یا مثلا تست لینوکس هم باید از بیلد لینوکس استفاده کنه. این از تفاوت کلی کش و آرتیفکت که اصلا بدونیم چی هن. و یک سری روش هایی هست برای اینکه کشینگ بهتر داشته باشیم. مثلا حالا مواردی که گیتلب پیشنهاد میکنه اینه که میگه به رانراتون تگ بزنین، که تگ الان میدونیم چیه، و رانرهایی که تگ یکسان دارن از اون کش استفاده کنن، تگشون مشترک باشه. و همچنین میگه که از رانرهایی استفاده کنین که به یک پروژه اختصاص داده شده، چون کش داره در واقع یه سری اطلاعات رو توی اون رانر نگهداری میکنه و بهتره که اون رانر برای اون پروژه باشه. و در نهایت هم میگه از یک کلید یا کی استفاده کنیم، چون کش یک کلیدی داره، ما با اون کلید به کش دسترسی پیدا میکنیم، که میگه بهتره که از یک کلیدی استفاده کنین و بتونه نیازتون رو برطرف کنه. و حالا یکم بریم جلوتر، اینجا حالا یه مثالی زده از مالتیپل کش که مثلا میبینین کلمه کلیدی کش رو داره و داره دو تا چیز رو کش میکنه، هم مثلا وندور روبی رو کش میکنه، هم یارن کش رو داره کش میکنه. اما یه مقداری بریم پایین تر، یه موضوعی که اینجا هست اینه که میگه سعی کنیم فالبک داشته باشیم واسه کشتون. و تقریبا میشه گفت که با توجه به حالا این کدی که اینجا میبینیم، ما مثلا یه کلیدی برای این کش داریم، اگه این وجود نداشته باشه دو تا فالبک دیگه داریم که اگه کش رو اینجا نتونست بگیره سعی کنه بره از اون فالبک ها کش رو بگیره. و این یه میشه گفت پروسه‌ای که کمک میکنه وقتی کش وجود نداره یه سری روش های جایگزینی داشته باشیم که کش رو از اونجا لود کنیم، و باعث میشه خب پایپلاین هامون سریعتر بشه. و میگه که هر بلاک کش هم میتونه 5 تا در واقع فالبک داشته باشه. حالا باز یه مقداری بریم پایین تر، من یه سری مثال هم خدمت شما نشون بدم، چون الان میدونیم کش چیه، آرتیفکت چیه. و حالا اگه مثلا بخوایم از کش استفاده کنیم، اگه نود جی اس داشته باشیم طبیعتا با npm داریم پکیج ها رو نصب میکنیم، و دایرکتوری .npm یه دونه بک اسلش اونجاییه که پکیج های npm وجود داره، و من مثلا میتونم یه کلید بهش بدم و در واقع پکیج های npm اونجا کش کنم. یا مثلا اگه دارم از package.log.json استفاده میکنم و میتونم بازم دایرکتوری npm رو کش کنم، اگه دارم از yarn.log استفاده میکنم میتونم yarn cache رو کش کنم، حالا اگه مثلا اپلیکیشن php دارم میتونم vendor رو کش کنم چون جاییه که package داره نصب میشه، اگه مثلا اپلیکیشن پایتون دارم میتونم /pip رو کش کنم. اینم جاییه که وقتی از اپلیکیشن پایتون استفاده میکنم پیپ پکیج ها رو کش میکنه، اگر از روبی دارم استفاده میکنم وندور /ruby جاییه که میتونم کشش کنم، و اگر حالا از گو دارم استفاده میکنم میتونم از .go/pkg/mod این مسیر رو کش کنم. و اینم از بحث کشینگ و آرتیفکت ها که خیلی اوقات برای اینکه بتونیم پایپلاین های سریع تری داشته باشیم و پایپلاین های اپتیمایز یا بهینه رو بتونیم بسازیم، میتونیم از کشینگ و آرتیفکت ها استفاده کنیم. و اینم موضوعی بود که به نظر من ارزش اینو داشت راجبش صحبت کنیم، موضوع مهمیه، ولی خب به خاطر پیچیدگی خیلی زیادی که ممکنه برای پیاده سازی برامون داشته باشه ما الان پیاده سازیش رو انجام نمیدیم، اما به نظر من خیلی مهم بود که راجع بهش صحبت کنیم. شاد و موفق باشیم.